ما زمانی که در واقع اومدیم افغانستان، هدفمون تهیه فیلمی در رابطه با یک خانمی بود توی پارلمان کار میکرد. میخواستیم زندگی و فعالیت‌های سیاسیش رو دنبال بکنیم. متوجه شدیم که در واقع این گروه از زنان یک گروه کاملا اقلیتی هستند و اکثریت زنان در واقع پشت برقه هستند و کمتر توی اجتماعاتی نظیر اجتماعات ادبی، هنری یا سیاسی ظاهر میشن، بلکه عموما مردا هستن که فعالیت‌ها اینجوری شکل می‌گیرن. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که موضوع رو تغییر بدیم و پشت اون چادری رو نشون بدیم در واقع. Because we always see Afghan women with a burqa, she's always covered with a burqa and we don't feel so close to her. But in this film we really try to be very close to these women and show that even that many of them are illiterate, they cannot write and read, and maybe we think that they don't know what's about the women's right. But the thing that I liked to see that even these illiterate women, they know something about their right, and they try to challenge with this system and society. ما مجموعاً 6 تا سیف هاوس رو رفتیم، قبل از ریسرچ کردیم و برای اینکه اول از کارشون بدونیم، شیوه کارشون بدونیم و چه نوع دخترها زنایی میان اونجا کمک میگیرن. ما این سیف هاوسی که حمید مدیریتش رو داشت بهترین، در واقع یکی از بهترین ها بود. And then we found Sabre and we chose her because we had this possibility to film her and her family because she had contact to her family. فرزانه کمتر صحبت میکنه. علتی کم صحبت کردنش این نیست که نمیتونه صحبت بکنه یا خودشو بیان بکنه، بلکه در واقع سایه عبدالخالق روی سرش هست که اجازه بهش نمیده و تا صحبت کنه و تا بارها هم بهش تذکر داده بود که بدونه که اون باشه با ما صحبت نکنه، چون فرزانه احساس میکنه همیشه اون دلش میخواد صحبت کنه، دلش میخواد حرف دلش رو بزنه. The interesting point about Sabra's mother was that she's old, but her behavior was like a child. The way that the body and the figure that she stand on is really like a child. And I couldn't believe that she is like maybe she's a mother and she's middle-aged woman. مادر صابره 10 سالش بوده که فروخته شده و از همون 10 سالگی تبدیل به یک زن شده و هیچ وقت دوره کودکی، دوره نوجوانی طی نکرد. به همین دلیل هم هست ما همیشه احساس میکردیم هرگاه اون جلومون وایساده بود، احساس میکرد که یه بچه 10 ساله جلو ما وایساده، یا حرکاتی میکرد که یاداوری دوران کودکیش بود، اون نوع رفتارش در واقع. 12 تا 13 تا سیف هاوس توی افغانستان هست. حتی اگر به نظر من 1000 تا سیف هاوس هم بود، شاید 1000 تا 50 نفر میرفتن اونجا تقاضای کمک میکردن. کما این که کسانی که نتونستن خودشون به سیف هاوس برسونن، به نوعی یا کشته شدن یا دست به خودکشی زدن و یا توسط پلیس دستگیر شدن و به زندان افتادن. ما توی زندان های افغانستان بخش زنان داریم که 90% از زنان زندانی توی این زندان ها کسانی هستند که جرمشون فرار از منزل و یا به اصطلاح میگن جرم اخلاقی زندانی شدن. یه نکته دیگه که هست اینه که خب تو افغانستان خیلی از زن ها کماکان نمیدونن که جاهایی هست که میتونن از دست کسی که باشون بدرفتاری و خشونت میکنه به جایی مثل سیف هاوس مثلا پناه ببرن.